لنگان لنگان قدم برمی داشتن به طرف آینده بهتر، کار، تحصیل، جامعه برابر، جامعه انسانی تر و دموکراتیک. ولی همین که لنگان لنگان شروع به حرکت کردن، پایشان قطع شد، امیدشان قطع شد و این جاست که امید برشان خطرناک میشه. چگونه؟ ما شکست روحی خوردیم، تمام جوانهایی که در رده سنی ما قرار دارن. وقتی نمیفهمیم کدام طرف روان هستیم، گم میشیم. و گم میشیم یعنی چی؟ افسرده میشیم، استراب میگیره، دچار دخانیات میشیم. فعلا مشکلات روانی نسبتاً سطح بالاتر دارند و مراجعین ما زیادتر است. قبلا یعنی در شرایط جمهوریت ما روزانه در بخش عاجل خود 30 تا 40 مریض مراجعین داشتیم، ولی فعلا 120 تا 130 نفر روزانه در 24 ساعت بخش عاجل ما مراجعه میکنند. بیکاری، ناامنی، همه از این رول داره در افغانستان که میتونه مریض دچار مشکلات روانی و خصوص افسردگی شود. و اکثر مریضایی که پیش ما مراجعه میکنند جوان ها هستند که اونو از بیکاری، از امنیت خراب، از این رنج میبره، بالاخره رفته رفته دچار امراض روانی میشن. زندگی خودش بازی است، ما بازی را قوانین میشه یا میدیم مثل فوتبال، مثل ویدیو هم بگیرم مشکل نداره، فقط من اکثر کسایی که پیش مراجعه میکنم قصه میکنن که میگه ما بسیار به مشکل تصمیم گرفتم که بالاخره من مراجعه کردم. بعضی هایش میگه که ما چندین دفعه در این ساحه آمدیم پس رفتیم پشیمان شدیم که نمیخواستم که بیاییم راز خدا برای کسی دیگه بگوییم. اصلا در مورد روان درمانی جامعه ما آگاهی لازم نداره. یک مشکل دیگه ای هست که مردم فکر میکنه که با روان درمانی کسی بهبود پیدا نمیکنه. چرا میمونید که ببرید؟ من اتاق بسیش تشتیم بودم. چی میکنه یا نه مصاحبه؟